عربستان سعودی در 3 دهه اخیر توسعه عظیمی در بخش کشاورزی خود ایجاد کرده و مناطق بزرگی از بیابانهای این کشور به زمینهای کشاورزی تبدیل شدند. این اتفاق در عربستان که یکی از کمبارشترین کشورهای جهان است موفقیت قابل توجهی محسوب می شود. امروزه این کشور محصولاتی نظیر گندم، خرما، محصولات لبنی، تخم مرغ، ماهی، میوه و سبزیجات را صادر می کند. به دلیل پایین بودن میزان نزولات جوی در عربستان، این کشور برای آبیاری زمین‌های کشاورزی خود از حدود 30 سال پیش به منابع آبی اعماق زمین روی آورده است. عربستان با حفاری‌های عمیق در زمین‌های خشک و بیابانی، گاه به عمق 1 کیلومتر به سفره‌های آب زیرزمینی که از آنها به عنوان آب فسیل یا آب دیرینه یاد می‌شود، دست پیدا کرده است. منابعی که قدمت آنها به آخرین دوره عصر یخبندان باز می‌گردد، یعنی زمانی که میزان نزولات جوی در این کشور بسیار بیشتر از شرایط جوی حاضر بود. کشاورزان عربستانی با استفاده از پمپ‌های قدرتمند آب را از اعماق زمین به سیستم‌های آبیاری مخصوص به نام سیستم آبیاری چرخشی وارد می‌کنند. این سیستم از یک لوله بلند، چندین آب‌پاش، سازه‌ای برای تحمل وزن لوله و یک موتور الکتریکی برای حرکت تشکیل شده است. طول لوله مورد استفاده در سیستم آبیاری چرخشی معمولاً حدود 500 متر است که می‌تواند مساحتی به اندازه 500 هزار متر مربع یا 50 هکتار را آبیاری کند. این روش علاوه بر استفاده بهینه و یکسان آب در تمام بخش‌های زمین، باعث بازدهی بالاتر محصول می‌شود. روش آبیاری دورانی در نهایت باعث به وجود آمدن زمین‌های کشاورزی دایره‌ای شکل می‌شود که شعاع آنها از چند صد متر تا 3 کیلومتر متغیر است. علاوه بر مناطق بیابانی خاورمیانه و صحرای بزرگ آفریقا، این روش کشاورزی در بخش‌هایی از آمریکا، استرالیا، نیوزلند و برزیل هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما عربستان چگونه بیابان‌های حاصلخیز خود را به زمین‌های کشاورزی تبدیل کرده است؟ به طور کلی برای تبدیل زمین‌های بیابانی به زمین کشاورزی از ترکیب خاک رس با آب و اضافه کردن آن به شن‌های بیابان استفاده می‌شود. لایه‌ای 50 سانتی متری از این ترکیب می‌تواند خاک بیابان را قابل کشت کند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند استفاده از این روش برای ایجاد زمین‌های کشاورزی به ویژه در مناطقی با اقلیم خشک مانند عربستان می‌تواند در نهایت منجر به اتمام سفره‌های آب زیرزمینی شود، چرا که به دلیل کمبود بارش در این مناطق این منابع آبی جایگزین نخواهند شد.